به نام خدا، مبحث امروز اصطلاحات و واژه‌های آناتومی است. آناتومی اساس علم طب است. علم بررسی ساختمان بدن و مجاورات اجزای تشکیل دهنده اون نسبت به یکدیگر است. در واقع در علم آناتومی ما به مطالعه جغرافیای دقیق ارگان‌های مختلف بدن می‌پردازیم. در این مبحث اهدافمون این هستش که دانشجو یا فراگیر با اصطلاحات رایج آناتومی و کاربرد اونها در علم پزشکی آشنا بشه. فراگیر در پایان این مبحث قادر خواهد بود موقعیت آناتومی و صفحات اصلی بدن رو شرح بده، قادر خواهد بود محورها و اصطلاحات مربوط به وضعیت و حرکات بدن در سطح مفاصل رو توضیح بده و با تعداد و انواع استخوان‌ها در بدن آشنا خواهد شد. در علم آناتومی ماکروسکوپی موضوع مطالعه بدن انسان هست و اگر موضوع مطالعه بدن انسان باشه به این علم آناتومی انسانی گفته میشه. در آناتومی ماکروسکوپی یا کالبدشناسی بدن انسان رو با چشم غیر مسلح مورد مطالعه قرار میدهیم. ابزار این علم بدن انسان یا همون جسد انسان هستش. برای مطالعه ما در واقع باید انسان رو در یک وضعیت استاندارد به نام آناتومیکال پوزیشن در نظر بگیریم و واژه‌ها و اصطلاحات رو در رابطه با این وضعیت توضیح بدیم. حتما سوال میشه که آناتومیکال پوزیشن به چه معنی هست؟ حالتی هستش که شخص ایستاده، اندام‌های فوقانی در طرفین بدن آویزان هستند، صورت و کف دست‌ها متوجه جلو هست، چشم‌ها باز و به دوردست خیره شده، دهان بسته و پاها به اندازه عرض شانه‌ها از هم باز هستند. در وضعیت آناتومیک بهتر هستش که برای یادگیری بهتر ساختمان‌های بدن گاهی اوقات لازم هست مقاطعی از بدن مورد مطالعه قرار بگیره. به همین منظور تعدادی صفحه فرضی و قراردادی برای ایجاد مقاطع بدن مورد استفاده قرار میگیره. یکی از اون صفحات صفحات ساجیتال یا سهمی هست. در رابطه با صفحه ساجیتال برای اینکه مبحث کامل توضیح داده بشه به این تصویر اگر توجه بفرمایید سطح فوقانی ناحیه جمجمه رو مشاهده میکنید، ناحیه‌ای که در واقع استخوان‌های جمجمه شامل فرونتال، استخوان‌های پریتال یا آهیانه و استخوان اکسیپیتال رو مشاهده می‌کنید. در ناحیه جمجمه بجز مفصل تمپرومندیبولار سایر مفاصل همه از نوع مفاصل لیفی، فیبروز یا ثابت هستند، حرکت ندارن و این مفاصل رو در ناحیه جمجمه می‌تونیم سوتور، درز بهش اطلاق بکنیم. الان در این تصویر دوتا استخوان آهیانه رو مشاهده میکنید که در خط وسط با هم مفصل شدن و این درز رو به نام درز ساجیتال ازش نام میبریم. استخوان فرونتال در قسمت خلفی با استخوانهای آهیانه مفصل میشه. مفصلی که بین استخوان فرونتال و استخوانهای آهیانه ایجاد میشه به عنوان درز فرونتال یا درز کرونال شناخته میشه. مفصل دیگری که به عنوان درز در واقع لامدوئید شناخته میشه درزی هستش که سوتوری هست که بین استخوان‌های آهیانه با استخوان اکسیپیتال اینجا ملاحظه میکنید. حالا بر این اساس اگر ما مقطع رو در امتداد درز ساجیتال در بدن ایجاد بکنیم اون مقطع رو به عنوان ساجیتال پلان ازش نام میبریم. یک صفحه فرضی و قراردادیه که از در واقع درز ساجیتال عبور میکنه و بدن رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکنه. در این تصویر آناتومیکال پوزیشن رو ملاحظه میکنید و مقطع ساجیتال رو با رنگ آبی تو تصویر کاملا واضح هست میتونید مشاهده بکنید. بدن رو به دو نیمه راست و چپ مساوی تقسیم کرده. این مقطع رو به نام مقطع مید ساجیتال ازش نام میبرن. حال ما میتونیم به موازات این مقطع مید ساجیتال مقاطع پاراساجیتال رو در سمت راست یا در سمت چپ در بدن ایجاد بکنیم. مقطع دیگه‌ای که در تصویر با رنگ سبز مشاهده می‌کنید مقطع
در واقع فرونتال یا کرونال هست، فرونتال یا کرونال پلان. صفحه قراردادی هستش که از درز کرونال جمجمه عبور میکنه و بدن رو به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم خواهد کرد. در تصویر اگر به این مقطع کرونال یا فرونتال ملاحظه توجه بکنید، میتونید مشاهده بکنید که قسمت قدامی از قسمت خلفی در واقع مجزا شده. شما به موازات مقطع فرونتال میشه مقاطعی متعدد در ناحیه بدن ایجاد کرد. مقطع دیگه که مورد استفاده قرار میگیره صفحه هوریزونتال یا افقی هست. تو تصویر به رنگ قرمز ملاحظه میفرمایید. به موازات افق ایجاد شده و بدن رو به بخش‌های فوقانی و تحتانی تقسیم میکنه. در این تصویر مقطع ساجیتال رو ملاحظه میکنید و کاربرد اون رو برای مثال در روی بدن موکت و یا در ناحیه جمجمه برای بررسی محتویات جمجمه، ناحیه مغز و سایر اجزایی که در ناحیه جمجمه ناحیه صورت قرار گرفتن در این مقطع ساجیتال میتونید ملاحظه بکنید. در این اسلاید در وضعیت آناتومیکال پوزیشن فرونتال پلان رو ملاحظه میکنید. در واقع صفحه پیشانی، صفحه‌ای که از درز پیشانی یا فرونتال عبور میکنه، تو تصویر با رنگ زرد ملاحظه میکنید و کاربرد اون رو در رابطه با مغز، در واقع یک مقطع فرونتال از مغز رو دارید در داخل جمجمه ملاحظه میکنید. میتونید مقایسه کنید با تصویر قبلی که یک مقطع ساجیتال بود و در بدن در واقع مقطع فرونتال یا کرونال. شما میتونید به تعداد زیادی متعدد مقاطع فرونتال رو ایجاد بکنید و هر یک از این مقاطع رو از دید آناتومی، یعنی در واقع کالبدشناسی، میتونید مورد بررسی قرار بدید. مسلماً اجزایی که از این نما در نمای فرونتال بررسی میشن با نمای ساجیتال و با نمای هوریزونتال یا افقی متفاوت خواهند بود. در این تصویر مقطع هوریزونتال رو ملاحظه میکنید یا مقطع افقی که بدن رو به قطعات فوقانی و تحتانی تقسیم میکنه و در این تصویر مقابل اومده مقاطع ساجیتال، مقطع فرونتال و مقطع هوریزونتال رو به صورت ساده به تصویر کشیده. مقطع ساجیتال که در حد مید ساجیتال هست بدن رو به دو نیمه مساوی راست و چپ تقسیم کرده. مقطع فرونتال یا کرونال بدن رو به نیمه های قدامی و خلفی و مقطع افقی و هوریزونتال در واقع مقاطعی هست که در سطح افق زده میشه و میشه بخش های مختلف رو مورد بررسی قرار داد. از اصطلاحات و واژه هایی که در آناتومی متداول هست و مورد استفاده قرار میگیره، یکی اصطلاح پرون هست. پرون به معنای دمر دراز کشیدن هست، به گونه ای که صورت به سمت پایین باشه. برای مثال برای تزریقات در ناحیه سرینی یا گلوتئال یا کفل بیمار باید در این وضعیت در روی تخت دراز بکشه. اصطلاح بعدی سوپاین هست، یعنی در واقع شخص به صورت تاق باز دراز کشیده. شما صورت رو در ناحیه در رابطه با بیمار به سمت بالا ملاحظه میکنید. اصطلاحات دیگری هم استفاده میشه، مانند یونیلاترال و بایلاترال. در یونیلاترال در واقع ما داریم در ارتباط با یک طرف بدن صحبت میکنیم. وقتی اصطلاح یا واژه بایلاترال رو مورد استفاده قرار میدیم، منظور داریم در رابطه با دو طرف بدن صحبت میکنیم. واژه های توصیفی که در آناتومی استفاده میشه، یکی از اون واژه ها که متداول هست واژه انتریور هست، به معنای قدامی یا جلویی. در واژه انتریور در جنین شناسی میتونیم اصطلاح معادلش رو استفاده کنیم به نام ونترال. در رابطه با اصطلاح انتریور اگر بخوایم مثال بزنیم، برای مثال در وضعیت آناتومیکال پوزیشن ما میتونیم گوش و چشم ها رو ملاحظه بکنیم، اما چشم ها موقعیت انتریور دارن، جلوتر هستن نسبت به گوش ها. و متضاد انتریور واژه دیگری است به نام پوستریور. در مثال قبلی وقتی که شخص در حالت آناتومیکال پوزیشن ایستاده، گوش ها نسبت به چشم ها خلفی تر هستند، عقب تر هستند، بنابراین موقعیت پوستریور دارند.
معادل اصطلاح پوستریور در جنین شناسی ما میتونیم از واژه دورسال استفاده بکنیم چون جنین لوبیایی شکل هست. در رابطه با اصطلاح بعدی اصطلاح سوپریور و متضاد اون اصطلاح اینفریور هست. در اصطلاح سوپریور معادل در جنین شناسی از واژه کرانیال یا روسرال استفاده میشه و اصطلاح اینفریور معادلش در جنین شناسی اصطلاح کودال مورد استفاده قرار میگیره. در آناتومیکال پوزیشن سر رو نسبت به گردن میتونیم مقایسه بکنیم. سر بالاتر قرار گرفته در مقایسه با گردن. بنابراین موقعیت سوپریور داره در مقایسه با گردن. متضاد اون اینفریور هست. یعنی گردن نسبت به سر موقعیت اینفریور داره، پایین تر قرار گرفته. در رابطه با اندام ها مفصل شانه بالاتر از مفصل آرنجه، بنابراین مفصل شانه در مقایسه با مفصل آرنج موقعیت سوپریور داره. مفصل آرنج در مقایسه با مفصل شانه موقعیت اینفریور داره. دو اصطلاح رایج دیگه که متضاد هم هستن یکی میدیال و دیگری لاترال هست. در اصطلاح میدیال در واقع ما میایم و عناصر رو اجزا رو نسبت به خط میانی بدن محور میانی بدن توصیف میکنیم. در وضعیت آناتومیکال پوزیشن چشم ها و گوش ها ملاحظه میشن، قابل مشاهده هستن. اما چشم ها نسبت به گوش ها به خط میانی بدن نزدیکترن، بنابراین موقعیت میدیال دارند و گوش ها نسبت به چشم ها خارجی تر هستند نسبت به خط میانی بدن، بنابراین گوش ها نسبت به چشم ها موقعیت لترال خواهند داشت. در اسلاید بعدی از واژه ها و اصطلاحات دیگه می خواهیم صحبت بکنیم. به دو اصطلاح اینترنال و اکسترنال اشاره می کنم. دو اصطلاحی هستند که در رابطه با اجزا و ارگان‌های توخالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مثل قلب، مثل معده. اینترنال وقتی صحبت می‌کنیم منظور حفره درونی قلب هست و اکسترنال فضای بیرونی اون ارگان یا اون جسم خواهد بود.